درود بر شما همراهان کانال حکایت گرافی. بریم که با هم ادامه سرگذشت واقعی مریم رو بشنویم. رفتم توی آشپزخونه و میوه و چای آماده کردم و اومدم نشستم کنارش و ناهارم رو گذاشتم گرم بشه. همه فکرم پیش علنگوهای لعنتی بود و اینکه چطوری به محمد بگم. تا شب وقت رفتن که شد، وقتی اومدم لباس عوض کنم، یک دفعه به دستام نگاه کرد و مچ دستم رو گرفت و گفت کو؟ گفتم چی؟ دستم یخ بود تو دستاش و بدنم میلرزید. دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم چته محمد؟ مچم شکست. گفت علنگوهات کو؟ زمزمه وار گفتم گم شدن. نمیدونم کجا. گفت مگه علنگوام گم میشه؟ اون که گم میشه انگشتره. فکر میکنی من احمقم؟ چیکارشون کردی؟ گفتم به خدا گم شدن. گفت قسم نخور. مامانم گفت برات نگیرم، تو لیاقت نداری. همین حرفا برای شروع یک دعوای بزرگ کافی بود. حق داشت. میگفت مگه میشه علنگو گم بشه؟ میگفت دروغ میگم و باید بگم چی کارشون کردم و چرا نیستن. اون شب یه کتک مفصل خوردم و تمام تنم کبود شد و بعدم امیر رو بغل کرد و رفت خونهشون و من موندم و حماقتم برای فروش علنگوها. به زندگیم که نگاه میکردم پر بود از حماقتهایی که کرده بودم. از رابطه های پنهونیم تا فروش علنگوها، از بدرفتاریم با شوهرم تا عشقی که نسبت بهش توی دلم کشته بودم. محمد تا نصف شب برنگشت خونه و دلم برای امیر پرپر میزد. خدا لعنت کنه زنم رو. میدونستم امیر رو نگه میداره که بر نگرده خونه. چشمام به در بود و گریه میکردم. شماره خونه مجید رو داشتم. مجرد بود و تنها زندگی میکرد. بهش زنگ زدم و شروع کردم به گریه کردن. نمیدونستم چی کار میکنم و یه آدم ضعیف بودم و تنها که حتی عرضه زندگی کردن رو هم نداشت. همیشه فکر میکردم کاش کمی قوی بودم و از پس سختیام بر میومدم، نه اینکه همیشه به بقیه پناه ببرم. نمیدونم چند ساعت گریه کردم و به خودم لرزیدم. حالم از خودم به هم میخورد. حتی جرأت نداشتم برم بچه‌مو بیارم تا هر دو از دوری هم بیقرار نباشیم. انقدر گریه کردم که از حال رفتم و همونجا جلوی در ورودی ساختمون خوابم برد. ساعت 3 نصف شب بود که محمد با پاش میزد به بدنم که بیدار بشم. چشم باز کردم و دیدم صدام میکنه. خودم رو کشیدم کنار و گفتم کی برگشتی؟ گفت بیا امیر بهونتو میگیره. آروم نمیگرفت. ببین چشه. با تنفر نگاش کردم و گفتم تو پدری که دلت میاد بچه‌تو اذیت کنی؟ گم شو اون طرف. بلند شدم که محمد مشمو گرفت و گفت نه، تو مادری که از خون زندگیت میزنی. وای به حالت اگه بفهمم علنگوهاتو فروختی و خرج بی خودی کردی. اونا پسنداز بود برای امیر تو دست تو. دستم و از دستش کشیدم بیرون. با همه وجود ازش بیزار بودم. میدونستم اونم این احساس رو توی نگاهم میخونه. اگه قبلا کمی برای زندگیم تلاش میکردم، اما الان نه فقط دلم میخواست به آخر خط این زندگی مزخرف برسم و از دستش راحت بشم، که دلم میخواست همه وقتایی که خوردم کرده بود و روحم رو شکسته بود و داغونش کنم و زیر پاهام لهش کنم. اما نمیدونستم این له کردن اولین تاوانش له کردن خودم و شرافتم بود. رفتم سراغ امیر. وقتی تو بغل گرفتمش انگار هر دو یک نفس راحت کشیدیم. دلم آروم شد. محمد دنبالم اومد توی اتاق و دوباره شروع کرد به حرف زدن و توهین کردن و تحقیر کردنم. امیر رو گذاشتم روی تخت و گفتم دست از سرم بردار. نذار بیشتر از این از هم بیزار بشیم. گفت من دارم به خاطر زندگیم جون میکنم و تو؟ گفتم من چی؟ تو فقط دنبال تحقیر کردن منی. من نمیدونم گناه هم چی بود این وسط. گفت همه چیز تقصیر تو و خانوادته. نه بلدی زندگی کنی، نه میخوای زندگی کنی. از این به بعد 1000 تومنم بهت پول نمیدم. پول میخوای باید بیای خیاط خونه و کار کنی. مثل بقیه کارگرا حقوق بگیری. اون دوتا علنگوها هم که خودت خریدی رو صبح بذار روی میز پیش من میمونه. گفتم میام که منت تو سرم نباشه. اون شب من تو اتاق امیر خوابیدم و دیگه با محمد حرف نزدم. محمد بابت علنگوهایی که گم شده بود کلامی با هم حرف نمیزد و نگاه هم نمیکرد. برام اهمیتی نداشت. بابت نداشتنش دلخور نبودم و خودم رو با حضور مجید دلگرم میکردم. بعضی صبح ها امیر رو میذاشتم خونه مامان و میرفتم روزمزد حقوق میگرفتم. محمد سر کار با هم مثل بقیه برخورد میکرد و یک ریال هم بیشتر به هم نمیداد. از اون طرف وقتی میومدم خونه باید همه کارام رو انجام میدادم و به خونه میرسیدم. دیگه از محمد دل کنده بودم و بهش حسی نداشتم. چند باری توی رابطم با مجید خونه مجردیش رفتم و
باهاش رابطه داشتم، اما این خیالم هم نبود. برام هیچی مهم نبود. تو لجنزاری زندگی میکردم که هر لحظه بیشتر فرو میرفتم. اما برای نجات نه تنها دست و پا نمیزدم که میخواستم بیشتر پیش برم. به خیال خودم از پدرم که انقدر بیرحمانه منو جای بدهیش فروخت به برادرش، از محمد که منو بیگناه نادیده گرفت و زیر پاهاش له کرد، از برادرم که یک بار ازم حمایت نکرد و پشتم نبود انتقام میگرفتم. میخواستم بهشون بزرگترین ضربه رو بزنم تا از پا در بیان. من نمیفهمیدم دارم چه غلطی میکنم. امیر کنارم بزرگ میشد و قد میکشید. دوستش داشتم. تموم امیدم توی زندگیم بود. اگه هنوز نفس میکشیدم و بلای سر خودم نیاوردم، فقط به خاطر پسرم بود، به امید اینکه روزی بزرگ بشه و اون بشه حامی همه زندگیم. اونم منو دوست داشت و من تلاش میکردم که به پدرش وابسته نشه و دوستش نداشته باشه، اما سخت بود چون محمد برای امیر جون میداد و وقتی خونه بود همه وقتش رو با اون میگذروند. روزامون گذشتن، ماها گذشتن، سالها گذشتن. 5-6 سالی از به دنیا آمدن امیر گذشته بود. پدرم دست از سر من برداشته بود و دیگه دعوا و جنگی در کار نبود. بابا پول عمو رو خورد خورد پس داده بود و عمو بالاخره سفته ها رو به بابا برگردوند. عموی بابا که من و محمد رو بدبخت کرد و مرد، و دم مردن وقتی رفتم بالای سرش نگاهش کردم و زیر لب طوری که فقط خودش بشنوه بهش گفتم هیچ وقت نمی بخشمه. تو من و محمد رو بدبخت کردی. تو از من یه دختر 18 ساله یه زن هرزه ساختی. حلالت نمی کنم. نمی تونست حرفی بزنه و جوابی بده. اینا رو گفتم و از بالای سرش بلند شدم. اما رابطم با مجید خیلی ساده و احمقانه با درخواست و اراده مجید تموم شد. اما من دیگه به این کار عادت کرده بودم و معتاد شده بودم. دوست پسر پشت دوست پسر، رابطه پشت رابطه. با اینکه محمد بعد از 5-6 سال از اون سردی و بیمهری در اومده بود و دلش به زندگی گرم شده بود و سعی میکرد منو بیشتر ببینه و دیگه سرد و بیروح نباشه، اما من دیگه نمیخواستمش. ازش فراری بودم. دلم نمیخواست به هم نزدیک بشه. با اینکه بچه میخواست اجازه نمیدادم بچه دار بشم. همش پیشگیری میکردم. میترسیدم بچه دار بشم و دوباره ندونم پدرش کیه. من خیلی تغییر کرده بودم. اگه زنمو به هم حرفی میزد و دلگیرم نیکرد، دیگه یه گوشه نمینشستم و اشک بریزم و جوابش رو با بیرحمی میدادم. اگه محمد آزارم میداد، منم آزارش میدادم. انگار همه وجودم پر از انتقام بود. گاهی وقتا خودم رو که توی آینه می دیدم دیگه نمی شناختم. یه مریم وحشتناک و دلچرکین بودم. پولی که از کار کردن در می آوردم برای خودم و امیر خرید می کردم و به سر و وضعم می رسیدم. بخشیشم می شد پسنداز برای روزی که پسرم بزرگ بشه و با هم از پیش محمد بریم. محمد شبانه روز کار میکرد و برای اینکه امیر همه چیز داشته باشه تلاش میکرد. بعضی وقتا که میخواست با هم حرف بزنه به هم میگفت مریم، اون 5 سال من و تو هر دو اشتباه کردیم و از روی بیتجربگی برخوردم بد بود. فکر میکردم از خدا میخواستی من بگیرم تو. منم چون دختر دیگه ای رو میخواستم و مجبور به ازدواج با تو شدم، بدترین رفتار رو داشتم و تو رو مقصر میدونستم. اما الان 5-6 سال گذشته و میتونیم اون روزا رو جبران کنیم. دیگه نگاش نمی کردم و همون زیر لب بهش می گفتم تو این 5-6 سال تو روح و عشق و غرور منو کشتی. دیگه نمی خوامت. من فقط یه دختر بچه بودم که اومدم تو زندگیت، اما تو انتقام بزرگترها رو ازم گرفتی. حالا هم دیگه نمی خوام. وقتی می رفت بی صدا عشق می ریختم و خودم از خودم بیزار می شدم. بهش حق می دادم بابت اون روزا، اما نمی خواستم ببخشمش. شاید اگه می بخشیدمش شرایطم تغییر می کرد و خدا توبه‌ام رو می پذیرفت. اما من خطاکاری بودم که قصد برگشتن نداشتم. تموم خاطرات این 5 سال 5 تا دفترچه سالنامه بود که توی زیرزمین پنهان کرده بودم و فقط بعضی وقتا که تنها بودم میخوندمشون. با خوندنش از خودم و زندگیم حالم به هم میخورد. احساس ناپاکی همه وجودم رو میگرفت. اما باز یادم میرفت. اسم همه مردایی که توی زندگیم اومده بودن و باهاشون رابطه داشتم. تموم شبهای چشم انتظاریم برای محمد. تموم حرفای قشنگی که محمد به هم زده بود اما دیر تو اون دفترچه ها بود. همه چیز مثل گذشته میگذشت تا اون روز وحشتناک. امیر دقیقاً 6 سالش بود و میرفت مهد کودک. صبح امیر رو رسوندم و رفتم سر قرارم با پسری بود که 2 روز میشناختمش. توی یکی از پارک‌های معروف تهران قرار داشتم.
قرارم ساعت 11 صبح بود. برای همین اول رفتم خرید، بعد رفتم سر قرار. ساعت 11 رسیدم توی پارک. دوست پسر تازه‌ام 24-5 سالش بود و اصلا نمیشناختمش. خیلی اتفاقی توی خیابون باهاش آشنا شدم. نشستم روی صندلی پارک و شروع کردم به حرف زدن. پسر خوش اخلاقی بود و با حرفاش مدام میخندیدم. دیگه انقدر دوست پسر توی زندگیم داشتم که حرف زدن باهاشون عادی ترین کاری بود که انجام میدادم. دستام تو دستش بود که یک دفعه شالم که دور گردنم انداخته بودم خیلی سخت و محکم کشیده شد و یکی داد زد این مرتی که کیه اینجا؟ تو چه غلطی میکنی اینجا؟ اون پسر که حتی اسمش هم یادم نمیاد با دیدن زنی که بالا سرم بود پا به فرار گذاشت و یک نفس دوید و از نظر پنهون شد. تلاش میکردم خودم رو از دست اون صدای زنونه که داشت خفم میکرد نجات بدم و شالم رو آزاد کنم. مردمی که شاهد دست و پا زدن من بودن دویدن سمتمون و منو از دستش نجات دادن. وقتی تونستم نفس بکشم برگشتم سمت صدایی که داد و بیداد میکرد. اون خواهر محمد بود، خواهر بزرگش. با دیدنش تنم لرزید. کیفم رو برداشتم که فرار کنم که با دستش مانتوم رو چنگ زد و گفت کدوم گوری میری هرزه؟ حق شدم زمین و مانتوم پاره شد. دوباره حمله کرد سمتم و فریاد کشید به محمد زبون بسته خیانت میکنی؟ خودم نیکشمت. آبروتو میبرم زنی که خراب. مردم که دیدن دعوا ناموسی و من گناهکارم هر کدوم آروم از صحنه فاصله گرفتن و رفتن. اما نرگس ولکن نبود. من فقط گریه میکردم. تموم بدنم از شدت ضربه درد میکرد. گردنم از فشار شالم میسوخت و زخم بود. میدونستم اگه دست این قوم بیفتم زنده نمیمونم. از دور صدای خواهر کوچکتر محمد رو شنیدم که میگفت نرگس خدا مرگم بده، با کی دعوا میکنی؟ یک دقیقه رفتم دستشویی. امیدوار بودم که نرگس ولم کنه تا فرار کنم، اما هم زورش از من بیشتر بود هم جسه بزرگتری داشت و من رو کشون کشون برد پیش خواهرش ندا. ندا وقتی منو دید گفت یا پیغمبر چیکارش کردی؟ نکن گناهه؟ چه پدر گشتگی باهاش داری؟ نرگس داد زد خفه شو، زن داداشت هرزه است. با یه پسر مچشو گرفتم، تو بغل پسر نیشش تا بناگوش باز بود. ندا زد به صورتش و گفت یا ابوالفضل محمد. نرگس گفت ماشین بگیر میریم خونه ما، شوهرم و بچه ها شهرستانن، جون بکن دیگه، برو ماشین بگیر. نگام کرد و گفت میکشمت. کشون کشون منو با خودش تا سر خیابون برد و به هم فوش داد. منم فقط گریه کردم و تلاش میکردم از دستش فرار کنم، اما نمیشد. سوار ماشین شدیم و هر سه رفتیم خونه نرگس. وقتی رسیدیم خونه نرگس گفتم امیر منتظرمه. گفت خفه شو. تلفن رو برداشت و شماره زنمو رو گرفت و بهش همه چیز رو گفت و گفت برو دنبال امیر و فعلا چیزی به محمد نگو تا بفهمیم ماجرا دقیقاً چی بوده. فوشایی که زنمو با فریاد از پشت تلفن نسارم نیکرد رو میشنیدم. از اینکه انقدر هرسش رو درآورده بودم که داغون شده بود و همه وجودش آتیش گرفته بود ته دلم خوشحال بودم. نشسته بودم گوشه اتاق. ندا خواهر کوچیکه امیر با ناباوری نگاه میکرد و هر بار میگفت چرا این کار رو کردی؟ مگه محمد چی ازت کم داشت؟ محمد گناه داشت. مگه هممون با عشق ازدواج کردیم؟ ازدواج منم اجباری بود. همین نرگس، اونم به زور عقدش کردن. اما کدوممون خیانت کردیم دختر؟ نشستی زندگی تو میکردی؟ گفتم خفه شید دیگه، چرا انقدر ادای آدمای پاک و معصومو در میارید؟ شما خودتون رابطه خراب من و داداشتون رو خرابتر کردید. تو نرگس یادته دعوتم نمی کردی تو مهمونیات؟ تا صبح داداشتو می بردی بیرون که من تو خونه تنها بمونم؟ کدومتون یک بار گفتید بمون تو خونه و به زنت محبت کن، بهش توجه کن، عاشقش باش، جز این که ازم دورش می کردید؟ شما هم از من کسافت ترید، اون مادرتونم از شما آشغال تره، پر از عقده. نرگس حمله کرد سمتم و گرفت منو زیر مشت و لگد. از خودم دفاع نمی کردم. دلم می خواست زیر دستش بمیرم. از خودم بود بلای سرم بیاد. اجازه می دادم که کتک بخورم. نرگس داد می زد مگه زندگی ما گلستونه؟ کدوممون خیانت کردیم؟ همین شوهر من نگامم نمی کنه. اما من فکر خیانت و هرزگی هم از ذهنم نگذشته. تو خودت سالم نیستی. از اولم سالم نبودی. بابات انداختت به داداش ساده و احمق من. ندا از من جداش کرد. یه گوشه افتادم. ندا گفت بگو بار اولت بوده. بگو دیگه نکردی. بگو. گفتم نه، بار اولم نبوده. بار اولم نبوده نرگس خانم، دختر پاک. من هرزه بار اولم نبوده. من همه این 5-6 سال به داداش احمقت خیانت میکردم و اون نفهمید. میدونی چرا؟ چون اون نگامم نمیکرد. نرگس دوباره اومد سمتم و شروع کرد زدن توی دهنم. میگفت میکشمت. همین رو میخواستم. واقعا فقط مرگ منو از این زندگی نکبت بار که بوی تعفن و هرزگی و نجاست میداد نجات میداد.
فقط مرگ به دادم می رسید. از آلودگی و نجاستم خسته بودم. من کثافت بودم. من خود شیطان بودم. نمی دونم چند ساعت کتک خوردم و فحش شنیدم و با جوابام بیشتر حرصشون رو درآوردم. خودم وسط حرفام برای اینکه نرگس رو بیشتر آتیش بزنم گفتم می خوای بدونی با چند تا رفیق بودم؟ همشون رو نوشتم. همه کارهایی که در حق داداش احمقت کردم و نوشتم. نرگس که اینو شنید مدام تکونم میداد میگفت کجا نوشتی کو؟ دیگه توانی نداشتم. از اینکه حرف دفترچه‌ها رو زده بودم پشیمون بودم. نباید میگفتم. اما حرفی بود که از دهنم در رفته بود و نرگس به هیچ عنوان قصد نداشت فراموشش کنه. بی حال روی زمین افتادم. دهنم پر از خون بود و بدنم درد میکرد. سرم شکسته بود. نرگس شالی که روی زمین افتاده بود و برداشت و دور گردنم پیچید و گفت اگه نگی کجا نوشتی میکشمت. نه محمد خودم بزرگش کردم. برایش زحمت کشیدم. نمیتونم ببینم کسی اذیتش میکنه. زود باش. اما من حرفی نمیزدم. یعنی نمیخواستم بگم. چشماش رنگ خون بود و کوتاه نمیومد. ندا گریه میکرد و میگفت ولش کن کشتیش. نرگس از اتاق بیرونش کرد و درو قفل کرد و اومد سمتم و گفت وقتی من پای محمد زحمت میکشیدم تو کدوم گوری بودی؟ اون وقت که مامانم خونه مردم کار میکرد تا شکم ما رو سیر کنه و من از خودم میزدم تا محمد گرسنگی نفهمه تو کدوم گوری بودی؟ محمد فقط برای من داداش نیست، همه زندگی منه. تو رو که گرفت همه رویاهاش نابود شد، اما الان نمیذارم نابودش کنی. با هر کلمه حرف شال رو محکمتر میکرد. مرگ رو جلوی چشمام میدیدم. ندا به در میکوبید و قسم میداد که در رو باز کنه، اما اون فقط میگفت جای نوشته هات. دلاخره حرف زدم و جای نوشته ها رو گفتم. ولم کرد و من از حال رفتم. دیگه چیزی نشنیدم. وقتی به هوش اومدم دست و پام بسته بود و کنار اتاق افتاده بودم. ندا هم کنارم بود و گریه میکرد. گفت خدا رو شکر که زنده ای. احساس کردم نرگس نیست. دور و اطرافم رو نگاه کردم نبود. نفس راحتی کشیدم. آب رو با کمک ندا خوردم و گفتم نرگس. گفت چی کار کردی مریم؟ رفت دفتراتو بیاره. گفتم امیر. گفت پیش مامانه. حالش خوبه. محمد فعلا نمیدونه. فقط فکر میکنه پیش منی. بدنم درد میکرد و گلوم میسوخت. از زور درد و بیحالی از حال رفتم. با برخورد یه چیز سنگین به صورتم چشم باز کردم. نگاه کردم. دفترچه هام بود که به سر و صورتم میخورد. نرگس تو حال خودش نبود. رنگ صورتش قرمز بود. همش میگفت میکشمش. تو چی کار کردی؟ ازش میترسیدم. دروغ چرا؟ من از مردن میترسیدم. از اینکه بلای سرم بیاره. اگه از دست اونم فرار میکردم محمد چی؟ از دست محمد که نمیتونستم فرار کنم. ندا نرگس رو از اتاق بیرون برد. نمیدونم چقدر نرگس توی حیات بود و فریاد میکشید و خودش رو میزد. وسایلش رو پرت میکرد. عین دیوونه ها شده بود. ندا به سختی کنترلش میکرد که سمت من نیاد. دو سه ساعتی گذشت تا آروم گرفت. من فقط گریه میکردم و به خدا التماس میکردم که به هم یه فرصت دیگه بده. به این 5-6 سال که فکر میکردم چه صبری داشت خدا که انقدر راز خیانت و هرزگی منو پنهون کرده بود تا من به خودم بیام. اما من همچنان پیش میرفتم. چقدر خدا در حقم بزرگی و لطف کرده بود که بی‌آبرو نشم و من عین احمق‌ها فکر می‌کردم از زرنگی خودم به اینجا رسیدم و کسی نفهمیده. دلم می‌خواست زمان به عقب برمیگشت و من خطایی نکرده بودم. همون دختر ساده و سالمی بودم که محمد میتونست کم کم بهش دل ببنده. سرمو تو دستم گرفته بودم و زار می‌زدم به حال خودم، به حال محمد، به حال امیر. امیرم چی می‌شد؟ دفترچه اول رو برداشتم و این دیوونه ها ورق زدم. میخواستم ببینم نوشتم نمیدونم امیر بچه کیه؟ خدا خدا میکردم. اگه این رو هم نوشته بودم امیر رو هم با خودم به ته چاه میبردم. امیر بیگناه بود و به پای گناه من میسوخت. لعنت به من، نوشته بودم. کتابو انداختم و شروع کردم خودم رو زدن. فریاد میکشیدم. لعنت بهت مریم، بمیری مریم. همه چیزو نابود کردی. خدا لعنتت کنه. چرا بقیه باید تاوان گناهتو پس بدن؟ نرگس اومد تو اتاق و گفت چه مرگته؟ بشین یه گوشه و به هم گوش بده. نشستم و نگاش کردم. اشک میریخت. ندا گریه میکرد. نرگس گفت امیر بچه محمده؟ گفتم نمیدونم. نرگس و ندا گریه هاشون شدت گرفت. ندا گفت محمد بدون امیر میمیره. اگه واقعا بچهش نباشه، اگه واقعا حروم زاده باشه. گفتم تو رو خدا نذارید بچم تاوان اشتباه منو پس بده. خواهش میکنم. امیر بیگناهه. نرگس گفت خفه شو. محمد اگه بفهمه اینقدر هرزه بودی و از اول هر روز و هر شب تو بغل یکی میخوابیدی و حتی نمیدونی بچت مالکیه، روانی میشه، مجنون میشه. مخصوصا این که مدتی بهت علاقه مند شده و دوستت داره.
برای امیر نابود میشه. تو هر چی بودی و باشی ناموسش بودی. اگه بفهمه ناموسش زیر خواب چند تا مرد بوده میمیره. گفتم غلط کردم. گفت خفه شو. من زنگ میزنم به محمد میگم که تو پارک با یه پسر دیدمت. اما دفترچه خاطرات همش پیش من میمونه. محمد تو رو طلاق میده، بچه‌ش هم میگیره. تو هم از زندگیش گورتو گم میکنی. اینا هم همینجا میمونه که اگه غیر از این عمل کردی بیاورود کنم. حتی به قیمت جنون برادرم. تو از زندگی محمد و امیر گم میشی بیرون. میری دنبال هرزگیت. گفتم محمد منو میکشه. امیرم چی میشه؟ نمیتونم. ندا گفت اگه بفهمه چه غلطی میکردی محمد تو رو نکشه، بابا و داداشات حتما تو رو میکشن. بابا و داداشت حتما تو رو میکشن. پس خفه شو و هرچی نرگس میگه گوش کن. تو فقط با یه پسر رابطه داشتی. اونم 2 روز بوده میشناختیش. اونم دفعه اول بوده که میدیدیش. همین. حرف دیگه ای نمیزنی. نرگس دنبال حرفشو گرفت و گفت بعدم میگی چون خیانت کردم باید طلاقم بدی. من و مامان و ندا هم پشت حرفت رو میگیریم تا طلاقت بده و گورتو گم کنی. نمیدونستم چی بگم. به خاطر امیر مجبور بودم قبول کنم. اگه قبول نمیکردم بابا از درد بیابروی سکته میکرد. خواهرام چی؟ زندگی اونا هم تباه میشد. مامانم دغمرگ میشد. پسرم حتما تو صورتم توفم نمیانداخت و قبولش نمیکرد. کسی هم قبولش نمیکرد. قبول کردم و گفتم باشه. نرگس گفت باشه برو تو حموم خودتو بدنتو بشون. محمد نباید این شکلی ببینتت. لباس بهت میدم بپوش تا زنگ بزنم به محمد بگم بیاد. صبر میکنی تا من باهاش حرف بزنم. بعد از اتاق میای بیرون. دقیقا همین حرفایی که قرار شد رو میزنیم. شنیدی؟ راز این دفترچه ها و کثافتکاریات بین من و ندا و خدا میمونه. گفتم باشه. با کمک ندا رفتم توی حموم و رفتم زیر دوش آب گرم ایستادم. تموم بدنم شروع کرد به سوختن. بدنم تیکه به تیکه متورم شده بود. استخونام درد میکرد. جای زخمای گردنم میسوخت و دردش داغونم میکرد. چی کار کردی با خودت مریم؟ تا کجا پیش رفتی؟ اگه نمیفهمیدن تا کجا میخواستی پیش بری؟ کاش زودتر برمیگشتی مریم. کاش زودتر فهمیده بودی. امیر، چرا هیچ وقت به امیر و آیندهش فکر نکردی؟ این بیمهری ها از طرف محمد ارزشش رو داشت که الان بهت بگن هرزه؟ که الان تنت از این بلرزه که شوهرت بفهمه زیر خواب چند تا مرد بودی؟ پشیمونی فایده ای نداشت. خدا رو شکر میکردم که نرگس و ندا به خاطر برادرشون دست از سرم برداشتن و میذاشتن برم دنبال زندگیم. تو افکار خودم غرق بودم و شیر آب آروم روی سرم میریخت که صدای داد و فریاد شنیدم. صدای محمد بود. از خونه مادرش تا خونه نرگس 2-3 تا کوچه فاصله داشت. محمد مدام داد میزد کدوم گوری قایمش کردید؟ آب رو بستم و منتظر نشستم که نرگس صدام کنه. نرگس میگفت داداش فهمیده چه غلطی کرده. من خودم آدمش کردم. تو یکم آروم بگیر. گوشه حمام ایستادم. محمد به زمین و زمان فوش میداد. صدای شکستن شیشه میشنیدم. از ترس به خودم میلرزیدم. به خدا التماس میکردم به دادم برسه. دیگه از این غلطا نمیکنم. چند دقیقه بعد در حموم باز شد. نرگس بود. گفت خبر مرگت؟ بیا بیرون ببین چه گندی زدی به روح و روان داداشم. آروم اومدم بیرون. قبل رفتن توی اتاق بازوم رو گرفت تو دستش محکم و چنگالش رو فرو کرد توش و گفت طبق قرارمون از کثافت کاریات حرفی نمیزنی. با این پسر دوست بودی، اونم فقط 2 روز. همین. بعدم نگی طلاق میخوام چون خیانت کردم. سرم رو به نشونه بله تکون دادم و رفتم توی اتاق. موهام خیس بود. گفتم سلام. محمد بلند شد و بدون اینکه نگام کنه خوابون زیر گوشم و داد زد گفت سلام و زهر مار. سلام و درد. بمیری که مایه عذابمی. چه غلطی کردی آشغال؟ به من خیانت میکنی؟ با ضربه دستش پخش زمین شدم و سرم خورد به دیوار. محمد حمله کرد سمتم. منتظر بودم بگیرنش. اما نه. اونا از دیدن من تو این شرایط لذت می بردن. محمد می زد و فوش می داد. منم از درد به خودم می پیچیدم. تا نرگس اومد جلو و گفت داداشم محمدم خونش می افته گردنت. ولش کن آشغالو. طلاقش بده بره گمشه از زندگیت. خودم برات یه زن خوب و سالم می گیرم. محمد برگشت گفت چرا مزخرف میگی؟ مادر بچمه، زنمه، به هم خیانت کرده. احساس کردم کمرش خم شده، انگار شکسته بود. شروع کرد به گریه کردن و گفت چطور تونستی؟ من که 2 شب پیش بهت گفتم دوستت دارم. گفتم از رفتار این 6 سالم پشیمونم. گفتم بچه بودم اذیتت کردم، بذار زندگی کنیم به خاطر امیر. دلم براش میسوخت. دلم میخواست برم سمتش و صورتش رو پاک کنم. اما ازش بیزار بودم. اون منو به اینجا کشونده بود. با خودخواهیش، با بیمهریش، با ندیدنش، با سردیش. گفتم غلط کردم. به خدا بار اولم بود. تو ببخش. اصلا نمیشناختمش.
دفعه اولم بود که می دیدمش. من که این کاره نیستم. اگه بودم که راحت خواهرت نمی دید منو. نرگس گفت داداش بسه بلند شو. زنگ در خونه رو زدن. زنمو و امیر بودن. محمد برگشت نگام کرد و گفت پاشو خودتو مرتب کن. نمیخوام امیر این شکلی ببینتت. به مامان گفتم بهش حرفی نزنه. اما نمیتونستم تکون بخورم. به کمک ندا و نرگس بلند شدم. دستم شکسته بود. روی تخت و اتاق دراز کشیدم و به امیر گفتن تصادف کردم. بمیرم. بچم انقدر گریه کرد و بیتابی کرد تا بالاخره ندا ازم جداش کرد و از اتاق بردش بیرون. به محمد گفتم ببرم بیمارستان که زنمو گفت کجا؟ تازه بچه رفت من کارت دارم. اگه محمد میذاشت من که برات آبرو نمیذاشتم. اما الانم باید طلاق بگیری و گمشی از زندگی محمد بیرون. من عروس خیابونی نمیخوام. از اولم تو لقمه دهن ما نبودی. معلوم بود یه ایرادی داری که بابات. محمد گفت مامان بسه. تا که این حرفا رو میزنی؟ این مال 5 سال پیشه. اونم نمیخواست زن من بشه. مجبورش کردن. بلنش و لباس بپوش ببرم دکتر. نرگس و مادرش اومدن جلوی راهش و گفتن باید طلاقش بدی. زنی که یک بار خیانت کنه قابل اعتماد نیست. رفتم توی اتاق لباس بپوشم که صداشون رو میشنیدم که میگفتن باید طلاقم بده و محمد فقط میگفت امیر رو چیکار کنم؟ بچه گناه داره. من احمق فکر میکردم با این کارم همه چیز درست میشه، اما هنوزم همونطور تحقیرم میکردن و زیر پا له میشدم. خدا رو شکر میکردم که محمد از دفترچه ها و بقیه کثافت کاریام چیزی نمیدونه. باید طلاق میگرفتم که نرگس دست از سرم برداره. مانتو و شال خاکی و پارم رو پوشیدم و رفتم بیرون. محمد نگاه میکرد و گفت این چه وضعیه؟ نرگس بهش لباس بده. به محمد گفتم راست میگن، طلاقم بده و این عذاب چند ساله رو تموم کن. من آدم نیستم. محمد اومد نزدیکم و خوابون تو دهنم و گفت خفه شو. اگه میخواستم طلاقت بدم همون روزا میدادم. طلاقت بدم که بگن ارزه نداشت دختره رو نگه داره؟ که بری پیش رفیقتو باهاش ازدواج کنی؟ گم شو برو بیرون تا نکشتمت. اون روز رفتیم بیمارستان و بعد رفتیم خونه. امیر خونه ندا موند و قرار شد 2-3 روز اونجا بمونه تا از جنگ و دعوای خونمون به دور باشه. اما...